دولت روحانی در حراس از لبریز شدن کاسه صبر مردم رویدادهای اخیر در صحنه سیاسی جامعه ایران سیر تغییر و تحولات در عرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی را نشان می دهد. از طرفی افزایش قیمت نان بر متن پیشبرد سیاست هدفمندی یارانه ها بیش از پیش به نارضایتی و خشم توده های مردم انجامیده است. از طرف دیگر دولت روحانی در حالی بر شتاب اجرای برنامه های اقتصادی افزوده است که با سقوط قیمت نفت درآمد ارزی کشور به شدت کاهش یافته و دولت را با چالش های جدیدی روبرو کرده است. یکی از پیامدهای این وضعیت افزایش نرخ ارز و پایین آمدن ارزش ریال است. که سقوط بیشتر سطح زندگی توده های مردم را به دنبال داشته است. در این گیرودار دولت حسن روحانی تبلیغاتی پیرامون مبارزه با فساد مالی در دستگاه های حکومتی راه انداخته است. اگرچه فساد اداری و مالی به بخشی از هویت رژیم تبدیل شده است، اما روحانی از براه انداختن جار و جنجال تبلیغاتی بر سر مبارزه با فساد اهداف دیگری را تعقیب می کند. روحانی میخواهد فساد را منشأ اصلی نابسامانی های اقتصادی و افت شدید سطح زندگی مردم معرفی کند و بدین ترتیب دولت خود را از زیر ضرب خشم و انزجار مردم از شرایط سخت زندگی خارج کرده و متوجه فساد مالی در دیگر ارگان های حکومتی نماید. این نوع افشاگری ها در واقع به بخشی از نزاع و کشمکش جناح های حکومتی تبدیل شده است. روحانی در حالی از مبارزه با فساد دم میزند که تاکنون در اجرای کلیه وعده هایش در زمینه بهبود وضعیت زندگی مردم عاجز مانده است و خوشبینی های اولیه که به یمن تبلیغات اصلاح طلبان حکومتی و برخی از نیروهای اپوزیسیون برجوائی شکل گرفته بود با گذشت زمان و روشن شدن ماهیت واقعی دولت اعتدال کم کم جای خود را به واقع بینی و بررسی منطقی رخدادها می دهد یکی از این رویدادها که در ماه های اخیر در کانون توجه قرار گرفت تمدید مذاکرات هسته‌ای و واکنش در قبال آن در داخل می باشد. به خصوص موضع های ای که به طور مشخصتری به دفاع از روند احیای مناسبات با غرب پرداخت. شواهد حکایت از این دارد که دولت اسلامی در تدارک آماده کردن زمینه های سازش با آمریکا و غرب بر سر برنامه های است. همزمان با این روند شاهد رشته اقدامهایی در عرصه های مختلف برای تشدید فضای وحشت و حراس در جامعه به وسیله باندهای وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی هستیم. در دوره اخیر با دستگیری های پیاپی با بازگذاشتن دست باندهای ترور و سرکوب که اسید پاشی ها فشار بر زندانیان سیاسی و تداوم موج اعدام زندانیان نمونه های از آن است فضای جامعه بیش از گذشته امنیتی شده است علاوه بر این در همین دوره دولت از طریق وزارت کار به طرح تغییرات جدیدی در قانون کار به منظور ارزان نگه داشتن نیروی کار در ایران و بازگذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگران در تلاش بود تا تعرض جدیدی را به کار و معیشت کارگران تدارک ببیند. اما دولت روحانی و دیگر سران رژیم جمهوری اسلامی که به شدت نگران لبریز شدن کاسه صبر مردم هستند میدانند با همه ابزارهایی که در اختیار دارند نمی توانند از کابوس انفجار خشم و تنفر مردم رهایی یابند این نه یک ادعا بلکه بیان واقعیتی است که تاریخ گواه آن است اما آنها به هر وسیله متوسل می شوند تا از تکرار تاریخ مبنی بر برچیدن بسات ظلم و ستم خود را برهانند. به همین دلیل بر متن این شرایط وزارت کشور حدوداً یک ماه پیش به حزب ندای ایرانیان مجوز فعالیت می‌دهد. این تشکل که خود را اصلاح طلب معرفی می کند دقیقا در چارچوب اهداف رژیم به منظور مهندسی کردن سمت و سوی خواستها و مطالبات اجتماعی و به بیراه بردن جنبش های اجتماعی اجازه فعالیت یافته است. این اقدام در همان حال نمایش مشمعز کننده از آزادی فعالیت سیاسی در ایران است. اما این نوع پروژه های و تلاش برای شکل دادن به سوپاپ اطمینانی که برخلاف واقعیت های مسلم چشم امید به دولت تدبیر و امید دوخته تلاش می کنند جنبش های اجتماعی را در چارچوب تنگ قوانین ارتجاع اسلامی محصور کنند. دیگر نمی توانند مردم ناراضی و معترض را به دنبال خود بکشند. حمایت از دولت روحانی با این شعار که توقعات را باید در سطح معتدلی نگه داشت با واقعیتهای زندگی مردم دیگر همخوانی ندارد مردم میپرسند چرا فقط آنها باید از خواستها و مطالباتشان کوتاه بیایند چرا آنها باید منتظر بمانند و سطح توقعات خود را پایین نگه دارند باید تأکید کرد که تاریخ را حرکت آگاهانی انسان ها رقم می زند. به همین دلیل درست در نقطه مقابل این نوع سناریوها و شگردهایی که حکومت جمهوری اسلامی به کار می بندد، وظیفه بیدرنگ و حیاتی دامن زدن به جنبش های اعتراضی و مطالباتی است. شکفه کردن از وضعیت موجود به تنهایی کاری نمی کند و دستی هم از غیب برای کمک نمی رسد. این کارگران و مردم ستمدیده ایران هستند که باید خود به داد خود برسند. اعتصابات کارگری و اعتراضات مردم زحمتکش علیه وضع موجود و تلاش برای یک پارچه کردن این مبارزات تنها اهرامی است که میتواند تعرض سرمایهداران و دولت را به سطح زندگی و معیشت کارگران و مردم توحید است به عقب راند و تحقق خواست ها و مطالبات عاجل آنان در دوره کنونی را ممکن نماید. فعالین رادیکار و سوسیالیست جنبش کارگری بر متن دخالت فعالانه در این مبارزات جاری است که می توانند به امر تشکل یابی جنبش های اعتراضی یاری رسانند و زمینه و ملزومات برداشتن گام های بزرگتر را فراهم کنند. <متصفيق>